سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. در این برنامه از ادامه مخالفت‌ها نسبت به توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی در آمریکا خواهیم گفت. نگاهی می‌کنیم به تلاش روسیه برای حضور نظامی در سوریه. گزارش‌هایی داریم از افزایش آمار اعتیاد در ایران و آزار و شکنجه معلولان در مرکزی در کرج و نگاهی خواهیم داشت به وضعیت اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی که در زندان با بیماری دست و پنجه نرم می‌کند. با ما همراه باشید. برغم ابراز مخالفت‌ها در برابر ساختمان کنگره، شمار حامیان توافق هسته‌ای ایران در داخل کنگره به حد نصاب رسیده و مانعی بر سر تصویب نهایی آن در آمریکا وجود ندارد. در مجموع 42 سناتور حمایت خود را از این توافق اعلام کرده و گفتند که به آن رأی مثبت خواهند داد. با این حال چنانچه این توافق در کنگره آمریکا رد شود، باراک اوباما میتواند این تصمیم کنگره را وتو کند. گزارش‌ها حاکی است که جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا بر سر رأی‌گیری درباره توافق قدرت‌های جهانی با ایران دچار اختلاف نظر شدند. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری آسوشیتد پرس، رهبران حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان مجبور شدند رأی‌گیری اولیه خود را برای آغاز مذاکره در خصوص توافق هسته‌ای با ایران به تعویق بیندازند. برخی از جمهوری‌خواهان گفتند ممکن است از برنامه از پیش تعیین شده برای رد این توافق در مجلس نمایندگان حمایت نکنند. این اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان معتقدند با توجه به اینکه بدون حمایت لازم در سنای آمریکا احتمالاً قادر نخواهند بود که این توافق را در سنا رد کنند، بنابراین میبایست یک رویکرد جایگزین در این خصوص ارائه شود. تاکنون 42 سناتور آمریکایی از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کردند. این تعداد میتواند با از اکثریت انداختن نشست سنای آمریکا در روز بررسی توافق هسته‌ای ایران مانع رد آن شوند. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تا 17 سپتامبر فرصت دارند تا توافق هسته‌ای با ایران را مورد بررسی قرار دهند. در تحولی دیگر، هیلاری کلینتون نامزد درون حزبی دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری در عین حمایت از توافق اتمی گفت به عنوان رئیس جمهوری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در استفاده از اقدام نظامی تردید نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم کلینتون روز چهارشنبه 18 شهریور ماه گفت شخصا در مذاکرات طولانی مربوط به توافق هسته‌ای با ایران شرکت داشته و از توافق اتمی با ایران به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده برای خاورمیانه حمایت می‌کند. با این حال وی تصریح کرد این توافق اقدامی در راستای عادی سازی مناسبات با ایران نیست. خانم کلینتون که در یک مرکز پژوهش استراتژیک در شهر واشنگتن سخنرانی می‌کرد افزود باید در نظر داشته باشیم که مسئله ایران برای رئیس جمهوری آینده آمریکا یک آزمایش خطیر خواهد بود. ایران می‌خواهد ببیند تا چه اندازه می‌تواند قواعد را به نفع خود تغییر دهد. وی تصریح کرد اگر به ریاست جمهوری برسم این تلاش ایران به جایی نخواهد رسید. من با هر گونه تخلف ایران از توافق و تعهداتش به شدت برخورد خواهم کرد. همزمان در ایران کمیسیون ویژه بررسی توافق اتمی در مجلس اعلام کرد پرسش‌های خود از دولت درباره توافق اتمی را به صورت مکتوب خواهد پرسید. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه روز پنجشنبه 19 شهریور ماه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت تاکنون روال به این شکل بود که برخی مسئولان در کمیسیون حضور پیدا می‌کردند و به سوالات شفاهی نمایندگان و اعضای برجام پاسخ می‌دادند، اما فرصت کمیسیون محدود و کم است و زمان نبود تا همه افراد سوالات خود را به صورت شفاهی مطرح کنند. وی گفته به این دلیل قرار شد سوالات جمع‌بندی و دستبندی شود و یک جا به صورت مکتوب مطرح شود و یک جا هم پاسخ داده شود.
سخنگوی کمیسیون برجام همچنین گفت از برخی از متخصصان و دانشمندان هسته‌ای از جمله محسن فخری‌زاد برای حضور در کمیسیون برجام دعوت می‌شود. آقای نقوی حسینی در پاسخ به سوالی در مورد دعوت از علی لاریجانی رئیس مجلس برای حضور در جلسات این کمیسیون گفت با آقای لاریجانی صحبت شده و قرار است جلسه با وی برگزار شود، اما زمان برگزاری این جلسه بعداً اعلام می‌شود. در تحولی دیگر در همین زمینه، حمید بعیدی نژاد رئیس گروه کارشناسان ایران در مذاکرات هسته‌ای اظهارات سعید جلیلی درباره دستاوردهای مسئولان پیشین پرونده هسته‌ای ایران را رد کرد و تاکید کرد آقای جلیلی در مقام مسئول این پرونده حتی نتوانست به مرحله مذاکره با قدرت‌های جهانی برسد. سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ایران و مسئول گفتگوهای هسته‌ای تا سال 92 در روزهای اخیر انتقادات شدیدی را متوجه توافق هسته‌ای وین و گروه مذاکره کننده ایرانی کرده و مدعی شده که در دوره مسئولیت او قدرت‌های جهانی آماده لغو کامل تحریم‌ها و پذیرش برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران بودند. اما حمید بعیدی نژاد روز پنجشنبه 19 شهریور ماه در صفحه اینستاگرام خود با رد این ادعا گفته مقایسه گفتگوهای پیشین با مذاکرات اخیر هسته‌ای که به توافق وین منجر شد منطقی به نظر نمی رسد. به گفته وی گفتگوهای سعید جلیلی و گروه او با گروه 5+1 در مرحله ابتدایی متوقف ماند، مرحله‌ای که طرف‌ها شرایط را بررسی می کنند تا ببینند آیا می توانند نقاط مشترک درکی را بیابند که مذاکره را آغاز کنند یا خیر، و از این رو حتی دو طرف وارد مرحله پیش از مذاکره هم نشده بودند، چه برسد به مرحله مذاکره. آقای بعیدی نژاد سپس با محاسبه تعداد دفعاتی که آقای جلیلی از سال 86 تا سال 92 به گفتگو با اعضای 5+1 پرداخت و نیز در نظر گرفتن آنکه گفتگوها از طریق مترجم انجام گرفته و بنابراین نیمی از زمان گفتگوها صرف ترجمه شده، نتیجه گرفته است که زمان کل این گفتگوها در قیاس با نوع گفتگوهای دور جدید حداکثر 4 روز خواهد بود، و این در شرایطی بود که می‌دانیم بین دو طرف در خصوص بحث غنی‌سازی و لغو تحریم‌ها و اینکه تمام تحریم‌های اقتصادی و بانکی باید یکجا برداشته شوند اختلاف نظرات عمده‌ای وجود داشت. سعید جلیلی روز دوشنبه 16 شهریور در نشستی با اعضای کمیسیون ویژه مجلس ایران برای بررسی سند توافق هسته‌ای گفت این توافق قابل قبول نیست و در آن از 100 حق مسلم ایران صرف نظر شده است. دونالد ترامپ و تد کروز، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به همراه صدها تن دیگر با تجمع در برابر کنگره با توافق اتمی ایران ابراز مخالفت کردند. آنها توافق اتمی را حاصل مذاکره ناکافی و فاجعه‌آمیز دانستند. دونالد ترامپ، سرمایه‌دار میلیاردر، و سناتور تد کروز، نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 18 شهریور در مخالفت با توافق اتمی ایران در برابر ساختمان کنگره در شهر واشنگتن سخنرانی کردند. آقای ترامپ توافق اتمی کشورهای غربی با ایران را توافقی ناشی از مذاکره ناکافی دانسته و از دولت باراک اوباما به دلیل آنکه آزادی و بازگشت 4 شهروند آمریکایی زندانی در ایران را در مذاکرات نگنجانده به شدت انتقاد کرد. او خطاب به مردمی که در محل تجمع کرده بودند گفت اگر من انتخابات را ببرم به شما تضمین می دهم که این 4 زندانی پیش از آن که من ریاست جمهوری را به دست بگیرم به کشور برگشتند. تد کروز نیز پس از آنکه با استقبال شدید حاضران پشت میکروفون قرار گرفت، با خطاب قرار دادن نمایندگان دموکرات حامی توافق گفت اگر شما به این رأی دهید که میلیاردها دلار به جهادگرایانی که به دنبال کشتن آمریکایی‌ها هستند برسد، به این ترتیب شما هم به طور مستقیم مسئول قتل‌هایی هستید که به واسطه دلارهایتان به آنها رخ دادند. منظور سناتور کروز از این سخنان دارایی‌های مسدود شده ایران است که در پی لغو تحریم‌ها در اختیار این کشور قرار خواهند گرفت.
جمهوری خواهان به این امر اعتراض دارند که توافق هسته‌ای ایران امکان بازرسی سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم نیاورده است. آنها همچنین میگویند که این توافق نتوانسته مانع از حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی نظیر حماس شود. تد کروز توافق هسته‌ای با ایران را فاجعه آمیز توصیف کرده و مدعی آن شد که این توافق به تهران این امکان را میدهد که هم به سلاح هسته‌ای دست یابد و هم از فعالیت‌های تروریستی در خاورمیانه حمایت کند. تجمع روز چهارشنبه از سوی هواداران تی پارتی، فعالان طرفدار اسرائیل و طرفداران جناح محافظه‌کار حزب جمهوری‌خواه برگزار شد. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در گفتگو با یک بنگاه فکری مستقر در واشنگتن گفته است که توافق با ایران کامل نبوده است. وی در این حال آن را توافقی قوی خوانده که آمریکا نباید به هیچ وجه آن را لغو کند. هیلاری کلینتون وعده داده است که اگر ایران برخلاف مفاد یاد شده در توافق در پی دسترسی به سلاح هسته‌ای برآید، وی حمله نظامی را در دستور کار قرار خواهد داد. به رغم ابراز مخالفت‌ها در برابر ساختمان کنگره، شمار حامیان توافق هسته‌ای ایران در داخل کنگره به حد نصاب رسیده و مانعی بر سر تصویب نهایی آن در آمریکا وجود ندارد. رئیس سازمان بهزیستی ایران میگوید تریاک، شیشه و هروئین سه ماده مخدر اصلی مورد مصرف معتادان کشورند و 90% کسانی که ترک اعتیاد میکنند دوباره معتاد میشوند. به گفته وزیر کار، الگوی طبقاتی اعتیاد در کشور تغییر کرده و به سمت عادی شدن پیش رفته است. انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، از نحوه پایش و نظارت بر اعتیاد و ترک اعتیاد انتقاد کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از بندپی می نویسد، حدود 90% بهبود یافتگان اعتیاد دوباره به مواد رو می آورند، در حالی که آمار در سطح بین المللی بسیار کمتر از این رقم است و این نشان می دهد که نحوه نظارت ما نیاز به بازنگری دارد. رئیس بهزیستی این سخنان را در مراسم گشایش چهارمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد بیان کرده است. در این کنگره که روز چهارشنبه 18 شهریور به مدت 3 روز در تهران برگزار می شود، عنوان شد که تریاک اولین ماده مخدر مصرفی معتادان کشور است و پس از آن شیشه و هروئین قرار دارند. مصرف شیشه در ایران که 2-3 سال پیش حدود 3% بوده، اکنون به 26% افزایش یافته است. وزیر کار نیز در همین کنگره از تغییر الگوی طبقاتی اعتیاد در جامعه ایران سخن گفت و تصریح کرد بین 8-10 میلیون نفر از خانوارهای ایرانی به نوعی درگیر آسیب اعتیاد هستند. وی با اشاره به اینکه حساسیت جامعه نسبت به اعتیاد و آسیب‌های ناشی از آن کم شده و نوعی عادی انگاری در این حوزه به وجود آمده تاکید کرد، امروز اعتیاد در بین شاغلان رو به افزایش است و روند ابتلاء زنان به اعتیاد رو به گسترش است. وزیر کار یادآوری کرد که میزان اعتیاد نزد افراد متأهل بالا رفته و متقابلا سن اعتیاد کم شده است. او در توضیح دلایل این تغییرات از جمله گفت مطالعات نشان می‌دهند احساس ناامنی و بی‌پناهی موجب گرایش افراد شاغل به سمت اعتیاد است، نه آن لذت‌جویی طبقه مرفه جامعه. به اعتقاد آقای ربیعی، علل اعتیاد به دلیل تغییرات در لایه‌های اجتماعی ناشناخته شدند و لازم است تحلیل اجتماعی از وضعیت کشور در توضیح آمار بالای اعتیاد و تغییرات طبقاتی معتادان ارائه شود. وی گفت باید بپرسیم چه شده که کشور به اینجا رسیده است. وزیر کار این را پذیرفت که برخی از سازمان‌های مردم نهاد در موضوع اعتیاد بسیار موفق‌تر از دولت عمل کردند و نوعی پناه در جامعه ایجاد کردند. همزمان با گشایش کنگره بین المللی دانش اعتیاد، وبسایت فرارو گزارشی درباره آزار مددجویان یک مرکز دولتی ترک اعتیاد در ملارد منتشر کرد. بر مبنای این گزارش، مسئولان این کمپ ترک اعتیاد با کتک و تهدید مددجویانی را که به قصد ترک اعتیادشان در این مرکز نگهداری می شدند مجبور به کار می کردند. در واقع مددجویان به دلیل ترس از شکنجه ها مجبور به کار اجباری در این کمپ شده بودند.
بحث‌ها درباره حضور نظامی روسیه در سوریه بالا گرفته است. یکی از مقامات آمریکایی روز شنبه 14 شهریور ماه در گفتگو با رویترز گفت شواهد نگران کننده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد روسیه در تلاش است تا حضور نظامی خود را در این کشور تقویت کند. روسیه برای پروازهای خود به سوریه اجازه دارد از حریم هوایی ایران و یونان نیز استفاده کند. این موضوع موجب نگرانی آمریکا و ناتو شده است. آمریکا و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به طور جداگانه در مورد افزایش و نقش نظامی روسیه در سوریه هشدار دادند. در پی انتشار گزارش‌های رسانه‌های محلی در مورد حضور نیروها و تجهیزات نظامی روسی در سوریه، خبرگزاری رویترز نیز اعلام کرد نیروهای روسیه مستقیماً در عملیات در سوریه شرکت کردند. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، سه مقام لبنانی که با رخدادهای سیاسی و نظامی سوریه از نزدیک در ارتباط هستند، روز چهارشنبه 18 شهریور صریحاً از حضور قوای روسی خبر دادند. یکی از این افراد گفته است که شمار روسها چندان زیاد نیست. خبرگزاری رویترز نام مقام‌های لبنانی را فاش نکرده است. مقام‌های آمریکایی احتمال اینکه روسیه مایل به استفاده از فرودگاه‌ها برای انجام عملیات هوایی باشد را نیز رد نکرده‌اند. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا برای دومین بار طی چند روز گذشته با همتای روسی خود سرگئی لاوروف گفتگو کرده و نگرانی خود را در مورد گزارش‌های منتشر شده بیان کرده است. وی در مورد بدتر شدن اوضاع و افزایش بیشتر خشونت در سوریه نیز هشدار داده است. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز نگرانی خود را از گزارش‌ها نشان داده و هشدار داده است که حضور نظامی روسیه در سوریه کشمکش را حل نخواهد کرد. در همین حال روز چهارشنبه 18 شهریور مسکو اعلام کرد ایران و یونان به روسیه اجازه دادند از حریم هوایی این دو کشور برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه استفاده کند. این در حالی است که یک روز پیش از آن مسکو از آتن خواسته بود به درخواست آن کشور در مورد استفاده از حریم هوایی آن پاسخ دهد. آتن گفته بود واشنگتن از یونان خواسته است این درخواست را رد کند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در گفتگویی که 17 شهریور با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک انجام داده نقش نظامی آن کشور در سوریه را تکذیب نکرد. دولت سوریه حضور نیروهای روسیه را تکذیب کرده، اما خبرگزاری رویترز از قول یک مقام سوری اعلام کرده حضور کارشناسان روس افزایش پیدا کرده است. در همین حال فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه به روسیه هشدار داد که از مداخله نظامی در سوریه بپرهیزد. او گفت توافق هسته‌ای با ایران و اقدامات جدید از سوی سازمان ملل شروع جدیدی برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه به وجود آورده است. در همین حال منابع مخالفان دولت سوریه روز چهارشنبه 18 شهریور گزارش دادند که جبهه النصره و گروه‌های همپیمان آن فرودگاه نظامی ابو الزهور در حومه ادلب را پس از درگیری‌های شدید به دست گرفتند. به گزارش العربیه در نتیجه درگیری میان نیروهای رژیم سوریه از یک سو و گروه النصره و همپیمانان آن از سوی دیگر ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. گروه‌های مخالف تندرو با استفاده از وزش طوفان شنی که باعث شد هواپیماهای رژیم سوریه نتوانند پرواز کنند به این فرودگاه یورش بردند. بر اساس گزارش مخالفان سوری شماری از نظامیان رژیم از جمله افسران ارتش که در فرودگاه مستقر بودند به اسارت گروه النصره درآمدند. سوریه اکنون به میدان نبرد دولت‌های خارجی تبدیل شده است. ایران و روسیه از یک سو در جبهه حامیان اسد قرار دارند و هیچ حمایتی را از او دریغ نمی کنند و نیروهای خواستار برکناری بشار اسد از قدرت هم تحت حمایت کشورهای نظیر آمریکا، ترکیه و عربستان سعودی هستند. به اعتقاد برخی از ناظران این منطقه با حضور نظامی روسیه در سوریه در آستانه تغییری بزرگ است و این مسئله برای مخالفان رژیم بشار اسد به شدت نگران کننده است. اما خودداری بلغارستان از ادامه کمک به روسیه برای انتقال تسلیحات به سوریه با بهره‌گیری از حریم هوایی این کشور خشم مقام‌های کرملین را برانگیخت. آنها خواستار پاسخگویی مقام‌های بلغارستان و یونان در این باره شدند.
فاش شدن حضور نظامی گسترده روسیه در بنادر سوریه و مشارکت هواپیماهای جنگی این کشور در بمباران مخالفان اسد مسکو را در موقعیت سختی قرار داده است. همزمان خودداری بلغارستان از ادامه کمک به روسیه برای انتقال تسلیحات به سوریه با بهره‌گیری از حریم هوایی این کشور خشم مقام‌های کرملین را برانگیخته است. آنها خواستار پاسخگویی مقام‌های بلغارستان و یونان در این باره شدند. بلغارستان اعلام کرده که در پی درخواست‌های آمریکا دیگر اجازه بهره‌گیری از حریم هوایی خود برای ارسال تسلیحات به سوریه را به روسیه نخواهد داد. یونان نیز گفته است که در حال بررسی این درخواست واشنگتن است. یکی از مقامات یونان روز دوشنبه 16 شهریور اعلام کرد که دولت آمریکا از این کشور خواسته است که حریم هوایی خود را به روی روسیه ببندد. مقامات آمریکا میگویند هواپیماهای روسی با بهره‌گیری از حریم هوایی یونان برای سوریه تسلیحات ارسال می‌کنند و گذشته از آن در حال تقویت حضور نظامی خود در این کشور بحران زده اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه یونان اعلام کرده در حال بررسی درخواست مقامات آمریکایی است. خبرگزاری دولتی ریانوستی روسیه پیشتر اعلام کرده بود یونان درخواست آمریکا درباره این موضوع را رد کرده و این پروازها به درخواست روسیه تا دوم مهر ادامه خواهند یافت. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید تا زمانی که مقامات آتن تصمیم نهایی خود را اعلام نکنند درباره این موضوع موضع گیری نخواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در دیدار با همتای روس خود سرگئی لاوروف گفته بود که اگر گزارش‌ها پیرامون توسعه تجهیزات نظامی روسیه در سوریه صحت داشته باشد، این مسئله موجب گسترده‌تر شدن دامنه جنگ در این کشور خواهد شد و احتمال مقابله روسیه با ائتلاف تحت رهبری آمریکا را که مشغول بمباران مواضع دولت اسلامی در سوریه است، تقویت خواهد کرد. سرگئی لاوروف در واکنش به این اظهارات جان کری گفت روسیه همواره در حال تأمین تجهیزات نظامی سوریه بوده است، اما هدف از این اقدام مقابله با تروریسم در خاک سوریه است. روسیه از مهمترین حامیان رژیم بشار اسد در جنگ داخلی این کشور است که تاکنون 250,000 قربانی گرفته و به آوارگی میلیون‌ها شهروند سوریه منجر شده است. یکی از مقامات آمریکایی روز شنبه در گفتگو با رویترز گفته بود شواهد نگران کننده ای از زمینه‌سازی‌های نظامی از جمله انتقال قطعات پیش ساخته برای ساخت مکان سکونت در یک پایگاه هوایی در سوریه به دست آنها رسیده که نشان می‌دهد روسیه در تلاش است تا حضور نظامی خود در این کشور را تقویت کند. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا اخیراً به نقل از تحلیلگران اطلاعاتی آمریکایی نوشت که روسیه به سوریه نیروی نظامی اعزام کرده است. برخی رسانه‌های عربی و اسرائیلی نیز از حضور تعداد زیادی از نیروهای روس در پایگاه نظامی جدیدی در نزدیکی لازقیه خبر دادند. همزمان عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه گزارش‌های منتشره درباره حضور نیروهای نظامی روسیه در کنار ارتش سوریه را تکذیب کرد. آقای الزعبی روز سه‌شنبه 17 شهریور در گفتگو با شبکه المنار لبنان گفت نیروهای روسیه در سوریه نیستند و روس‌ها در هیچ فعالیت نظامی در خاک سوریه اعم از عملیات دریایی، هوایی و زمینی مشارکت ندارند. در خبری دیگر استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در سوریه گفته است گفتگوی میان کشورهای ایران و عربستان سعودی تنها شرط خاتمه سریع بحران 5 ساله سوریه است. آقای دیمیستورا که برای گفتگو با رهبران کشورهای اروپایی به بلژیک سفر کرده روز سه‌شنبه 17 شهریور خطاب به خبرنگاران در بروکسل گفت در صورتی که ایران و عربستان سعودی با گفتگو بر سر بحران سوریه به توافقی شبیه به توافق دهه 1970 هلسینکی دست پیدا کنند، این بحران کمتر از یک ماه خاتمه پیدا خواهد کرد. سوریه اکنون تبدیل به میدان نبرد دولت‌های خارجی شده است. ایران و روسیه از یک سو در جبهه حامیان اسد قرار دارند و هیچ حمایتی را از او دریغ نمی کنند و نیروهای خواستار برکناری بشار اسد از قدرت هم تحت حمایت کشورهای نظیر آمریکا، ترکیه و عربستان سعودی هستند.
با گسترش نفوذ تروریست‌های دولت اسلامی در سوریه، اکنون روسیه در تلاش است تا ائتلاف گسترده‌ای را برای مقابله با آنها تشکیل دهد. اما ایالات متحده و متحدانش که خواستار برکناری اسد از قدرت‌اند، با پیشنهاد این کشور مخالفت کردند. آمریکا و ترکیه در تلاشند تا در شمال سوریه در حوالی مرز ترکیه جبهه جدیدی علیه دولت اسلامی بگشایند تا بتوانند این تروریست‌ها را با کمک نیروهای همپیمان مستقر در این ناحیه بیرون کنند. و سوی دیگر روزنامه از سفیر چاپ لبنان روز دوشنبه گزارش داده است که متخصصان نظامی روسیه که در طول هفته‌های گذشته وارد سوریه شدند، مشغول بررسی پایگاه‌های هوایی برای گسترش باندها و توسعه آنها هستند. به اعتقاد برخی از ناظران، حضور نظامی روسیه در سوریه در آستانه تغییری بزرگ است و این مسئله است که برای مخالفان رژیم بشار اسد به ویژه آمریکا و عربستان به شدت نگران کننده است. فرانسه و آلمان هم تحرکات اخیر روسیه را به شدت محکوم کردند. یک وبسایت منتقد حکومت ایران میگوید اسماعیل گرامی مقدم، نماینده سابق مجلس و سخنگوی حزب اعتماد ملی، با مشکلات جسمی شدیدی در زندان روبروست. این فعال سیاسی که اخیراً به ایران بازگشته به 5 سال زندان محکوم شده است. بنا به گزارش سایت سهام نیوز، اسماعیل گرامی مقدم، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، به دلیل مشکلات بینایی در زندان از ناحیه سر صدمه دیده است. بر اساس این گزارش، سخنگوی حزب اعتماد ملی و از مشاوران مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بر اثر شرایط زندان با 17 کیلوگرم کاهش وزن و لرزش دست و پا روبرو شده است. سهام نیوز می افزاید که این زندانی سیاسی پس از تحمل 45 روز انفرادی در بند 209 زندان اوین به بند 7 این زندان منتقل شده و با وجود گزارش پزشک زندان مبنی بر آزادی او برای ادامه درمان، مراجع قضایی و امنیتی با این تصمیم مخالفت کردند. این سایت نزدیک به منتقدان حکومت ایران با اشاره به مشکل شدید بینایی این فعال سیاسی می نویسد او در حالی که از نارضایی قلبی نیز رنج می برد از زمان بازداشت خود تنها یک بار به بهداری زندانی اوین اعزام شده است. این گزارش از وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی نیز انتقاد می کند که شکایتی علیه اسماعیل گرامی مقدم به مراجع قضایی ارائه کردند. در همین حال به نوشته وبسایت کلمه، سایت حزب اعتماد ملی استان تهران در بیانیه ای از تماس تلفنی اسماعیل گرامی مقدم با خانواده خود خبر داده است. این حزب از مسئولان قضایی خواسته است با تجدید نظر این جانباز جنگ تحمیلی را مورد عنایت و رأفت اسلامی قرار دهند. این بیانیه همچنین ابراز امیدواری می کند که به زودی آزادی مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی و سایر محصولین و زندانیان سیاسی محقق شود. علاوه بر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد نیز در حصر خانگی به سر می برند. همچنین ده ها فعال مدنی و سیاسی همچنان به دلیل حکم‌های قضایی طولانی مدت در ارتباط با حوادث پس از انتخابات سال 88 در زندان هستند. به گزارش وبسایت‌های منتقد حکومت ایران، اسماعیل گرامی مقدم، نماینده سابق مردم بجنورد در مجلس و سخنگوی حزب اعتماد ملی، پس از پلمپ دفتر این حزب در جریان اعتراضات عمومی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای تحصیلات تکمیلی به هندوستان و مالزی رفته بود. مشاور مهدی کروبی 26 تیر ماه پس از بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. به گفته منابع خبری برای او در دادگاه غیابی حکم 5 سال زندان صادر شده است. هفته گذشته با انتشار گزارشی درباره آزار و شکنجه معلولان در مرکزی در کرج، معاون سازمان بهزیستی گفت اگر تخلف اثبات شود مرکز تعطیل خواهد شد. مدیر کل بهزیستی البرز میگوید این مرکز از بیم احتمال آزار و اذیت تعطیل شده است. یک مرکز نگهداری معلولان در کرج به دلیل اثبات شکنجه و اذیت و آزار معلولان پلمب شده است. بنابر گزارشی که خبرگزاری مهر
روز دوشنبه 16 شهریور منتشر کرده است، والدین تعداد زیادی از این معلولان از مدیر این مرکز شکایت کردند. در این گزارش با اشاره به گفته‌های والدین تعدادی از معلولان ذهنی و جسمی این مرکز و همچنین گزارش بازرسان، مواردی چون ضرب و شتم، سگ درمانی و زنجیر درمانی به عنوان نمونه‌هایی از شکنجه معلولان در این مرکز ذکر شده است. خبرگزاری مهر همچنین بدون ذکر نام تصویر گزارش سازمان پزشکی استان البرز درباره اصابت جسم سخت و چندین مورد خراشیدگی در بدن یکی از این معلولان را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، مادرخوانده یکی از معلولان به نام علی در سال 92 متوجه شده که فرزند خوانده‌اش را در این مرکز کتک زدند، اما نتوانسته تخلفات رخ داده را اثبات کند تا اینکه در نهایت مدیر کل بهسیسی استان البرز با مشاهده فیلم های دوربین مدار بسته نصب شده در این مرکز به زنجیر کردن معلولان روی تخت و ضرب و شتم آنها پی برده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز چند ماه قبل پلم شده است. بر اساس این گزارش، این مرکز نگهداری از معلولان که در گزارش اشاره‌ای به نام آن نشده، از سال 79 با مجوز اداره بهزیستی استان البرز کار خود را آغاز کرده و سپس با کمک خیرین و هزینه‌های دریافت شده از والدین کار خود را توسعه داده و 39 معلول را نگهداری می‌کرد. آقای فرزین از مدیران سابق این مرکز گفته بعد از پلمپ این مرکز به جای 139 نفر 125 معلول در این مرکز بودند، یعنی آمار فوتی ها ارائه نشده است. به گفته آقای فرزین این مرکز به صورت غیرقانونی به جای 370 هزار تومان ماهیانه 500 هزار تومان بابت نگهداری هر معلول دریافت می کرده است. یک روانشناس که یک ماه با این مرکز همکاری کرده است به خبرگزاری مهر گفت یک بار برای تعمیرات تخت ها را جمع کردند و بچه ها مجبور بودند تمام روز ایستاده باشند و شب هم به سختی بخوابند. من خیلی اعتراض کردم اما پاسخی ندیدم، برای همین استعفا دادم. مقامات سازمان بهسیسی هنوز به گزارش خبرگزاری مهر واکنشی نشان ندادند. در ایران مراکز خصوصی نگهداری معلولان با مجوز سازمان بهسیسی فعالیت می کنند. به گزارش سایت سازمان بهسیسی کل کشور، در استان تهران و با مجوز سازمان بهسیسی 11 مرکز برای نگهداری معلولان ذهنی زیر 14 سال و 25 مرکز برای نگهداری معلولان ذهنی بالای 14 سال فعالیت می کنند. برخی از مراکز نگهداری معلولان در ایران نیز به صورت خیریه اداره می شوند و وبسایت های خیریه های ایران نام بیش از 140 مؤسسه خیریه نگهداری از معلولان را منتشر کرده است. وضعیت معلولان تحت پوشش سازمان بهسیسی در حالی است که دامنه فساد اقتصادی و راندخاری در جمهوری اسلامی همچنان رو به افزایش است. در تازه ترین تحول، مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از یک پرونده فساد 80 میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پرده برداشت، اما به دلیل ناچیز دانستن مبلغ فساد بررسی آن را از دستور کار خارج کرد. با این حال علی شمس اردکانی بنیانگذار منطقه آزاد قشم و نخستین مدیر عامل این جزیره به تازگی قاچاق سوخت را مهمترین عامل فساد و ساز و کار قاچاق کالا در ایران دانست و گفت سالانه حدود 15 میلیارد دلار قاچاق سوخت و 20 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می‌پذیرد و حجم این دو قاچاق به اندازه ای است که عملاً هر منطقه ای از ایران در کنترل یک باند قاچاق قرار گرفته است. علی شمس اردکانی افسوده است که قاچاق به یک حرفه ملی در ایران تبدیل شده و عمده قاچاق کشور مربوط به قاچاق گازوئیل است و دلیل آن هم قیمت بسیار پایین گازوئیل در ایران در قیاس با کشورهای همسایه از جمله ترکیه است. شمس اردکانی گفته بود
برای نمونه از آنجا که قیمت گازوئیل در ایران 500 تومان و در ترکیه 6000 تومان است، قاچاقچیان به مدت چند سال و با تبانی استاندار اردبیل روزانه 300 هزار لیتر سوخت قاچاق به ترکیه می فرستادند و درآمدی معادل 300 هزار دلار در روز، یعنی بیش از 1 میلیارد دلار در سال به دست می آوردند. برنامه این هفته همینجا به پایان میرسد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. آدرس وبسایت و صفحه فیسبوک ما رو روی صفحه تلویزیون میتونید ببینید. با این آدرس با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و نقدهای خود را برای ما بنویسید. شب و روز شما خوش.